ببینم چرا اینقدر لفتش میدی کاتیا. میخواستم شیر بریزم. خودم میریزم، تو برو. نوشه جان، چرا ناراحتی تو سر این خالی میکنی؟ تو رو خدا تو دیگه ساکت شو. کاتیا، میشه به سهیلا بگی بیاد بالا؟ مراد آب میبره ریخته رو زمین. بله. پیروز خانم خوابه؟ نه، بیستان خانم پیششونه. این احمق داره خودشو بدبخت میکنه، اصلا سیاست نداره. شاید عدنان بازیشو کشف کرده، البته اگه داره بازی میکنه. میدونی اون وقت چی میشه؟ خودشو باید بیرون از این خونه ببینه. البته منم همراش. اون وقت دوباره هر چی رو که به دست آوردیم از دست میدیم. مردم شروع میکنن به طعنه زدن، همه ما رو مسخره میکنن. ما هم بی نصیب نمیمونیم. از اون اولم حرفمو گوش نداد، خیلی اعتماد به نفس داشت. حالا که ازدواج کرده باید همه چی رو تحمل کنه، نمیتونه بدون مشکلات زندگی کنه. آخه میخواد به کجا برسه؟ عدنان تا کی میتونه تحملش کنه؟ من خیلی نگرانم. خدایا، به نظرت سمر داره پشیمون میشه؟ من خیلی وقت بود فهمیده بودم، حس کردم داره یه کاری میکنه. خیلی سعی کردم از زیر زبونش بکشم. نکنه یه مرد دیگه تو زندگیشه. دیوونه شدی؟ اون روز به عدنان گفته بود میخواد بیاد پیش من، ولی نیومد. وقتی ازش پرسیدم که چرا این کارو کردی، فقط تو رو بهونه کرد. منو؟ گفت خیلی مشکوک میزنی. گفت خیلی مشکوک شدی، گفت انگار داری یه کار مخفیانه میکنی و اونم تحت نظر داره. دیوونه شده. من که چیزی رو مخفی نمی کنم، همه چی رو رو می کنم. الان من اینجام، ولی اون معلوم نیست که کجاست. اون روز اومد خونمون، یه دفعه پاشد رفت، گفت میخواد واسه سالگرد عروسشون تدارک ببینه. واقعا نمی فهمم، داره گیجم میکنه.